چیه؟ ناراحتی؟ مگه امشب قرار نبود با هم بریم کاباره؟ چرا دیر کردی؟ اقلا میخواستی بهم تلفن کنی که دیر میای، تا منم منتظرت نباشم. آه، دستا چقدر سرده. آره، با همین دستایی سردم اونو کشتم. خب بعد؟ بعد معلومه، هرچی به من خیانت کنه و به تو نظر داشته باشه به سرنوشت شوم اون دوچار میشه. میکشمش، هرچی میخواد باشه. ولی معاونت مرد زرنگی بود، خیلی به دردت میخورد. برای من فرقی نمیکنه. چرا؟ حتما فرق میکنه. ژیلا گوش کن ببین چی میگم. افشار، هیچی نمیخوام بشنوم. هیچی، هیچی. ژیلا، تو زن زیبای منی، چی کار کنم؟ خیلی دوست دارم، هر کی بخواد تو رو از من بگیره نابودش میکنم، بدون استثنا، بدون رحم. بهتره دیگه بری استراحت کنی، چون معلومه تو خیلی خسته هستی. نه، هنوز کارم تموم نشده. مثل اینکه دیر شده، حالا اگه نرفته باشن خونه خوبه. باز جایی میخوای بری؟ بیرون طوفانه. گرگ شب طوفانی رو دوست داره. کافی فاروس، بفرمایید. بله قربان، خدا برم. سلام عرض میکنم. همه هستن داوود؟ خب بگو شماره یک بیاد پای تلفن. گوش کن، مواظب باش غریبه تو کافه نباشه. من الان میام اونجا. اطاعت میشه قربان. آقای دیر وقته، بفرمایید. بله، چشم قربان. حسابو که دادم خدمتتون، دیگه بفرمایید. تو هم مرخصی، برو. خوش اومدی، به سلامت. شما هم بفرمایید. ببینید که همه رفتن، تعطیل شده قربان. خواهش میکنم بفرمایید، دیگه اینجا کسی نیست. کسی نیست؟ و من و تو چی هستیم شیطون؟ تو هم که شوخیت گرفته نصف شبی. گفتم کافه تعطیل شده، میخوام درشو ببندم. به چه زبونی بهت بگم؟ مگه حرف حساب سرت نمیشه؟ عجب گرفتاری شدی با حرف حساب. یه پنج سیری دیگه بده بیاد. میخوام انقدر بخورم که هیچی سرم نشه. فهمیدی چی گفتم؟ هیچی. آخه داده بیدار. نکنه عاشق شدی. میخواستم واسه نامزدم یه هدیه حسابی بخرم، اما اف پولشو نداشتم. آخه میدونی دایی، من بیکارم، عاشقیم با بیکاری جور در نمیاد. اگه پول نداری پس چرا اینقدر عرق میخوری ها؟ پول؟ ده بیست تومنم پوله. آخه دلم میخواست انقدر پول داشتم که میتونستم این کافه رو با خودت یه جا بخرم. آقا خیال کرده با یه حرفای بچگونه میتونه ما رو گول بزنه. کشته شده یعنی چی؟ مثل روز روشن معلومه که خودش معاونه پشته. ما همینجور نشستیم تا نوبت ما هم برسه.
یه خود یواشتر حرف بزنی، ممکنه الان سر برسه. خب بذار برسه، با همین دستام خفش میکنم. بشی سر جا، تو قول اینقدر دور بر نده وای، تو میتونی حریف او بشی. تو دیگه خفش و ترسو. این چی میگه؟ اگه رئیسم بین بره نونه هممون آجار میشه. اگه ایچی بشنگیم سر هممونو یکی یکی زیر آب میکنه. من خوب میدونم که اون معاونه باز خاطر زنش کش فهمیدی؟ باز خاطر زنش. فردا ممکنه نوبت به ما برسه. هر خندیدم. ببینم ای تو هم گلوتیش زنش گیر کرده. بسه دیگه خفشید. شما هم چه بخواین و چه نخواین، خودم همین امشب حسابشو میرسم. چی میگین؟ تصمیم بگیرین. یلا حاضرین؟ آره من حاضرم. منم حاضرم. منم حاضرم. حاضرم با نامزدم عروسی کنم. آخه داداش با جیب خالی که نمیشه عروسی. بالاخره درست میشه. کار که لشد نداره. خب حالا دیگه باید بریم. بارونم بند اومده. به تازه داری بیشینه؟ پاشو بره دیگه. ببین اربابم اومد میخواد سواره برسه. اومد که اومد، اینم به سلامتی اربابت. معنی شوخی هم فهمیدیم. دیگه کشتینش. نفهمیدم. چهار نفر به یه نفر. بابا شوخی هم اندازه داره. بیان کنار. منو میزنی؟ دهانو بگیری. سیجیلا خانوم؟ بله بله، آقا اینجا تشریف دارم. بله خانوم. بله آقای افشار تو جلسه هستن. الان نزدیک جلسه تموم بشه. چشم چشم. یک گیلاس بده بخوریم چورتون پاره. چشم قربان. حالا دوتو بده. پاشید گورتو نگام کنید. داود. بله. اینا رو ببر تو انبار. بگو بعد از این حواسشون رو جمع کنن. برو برو خجالت بکش دیگه. وقتی به تو گفتم را بیوف یعنی را بیوف. برو بیچاره برو. خیلی از لطفتون متشکرم. حالا بیایید به سلامتی هم دیگه ویسکی بخوریم. خب ببینم برنامه‌مون تمام شد یا بازم با اینا کار داریم. بچه‌های خوبی‌ان، فقط گاه گاهی به این جور شوخی‌ها احتیاج دارن. خب به سلامتی. سلامتی. تا
تونتر، یاله باید تلشی، برید بیرون. چرا به من کمک کردی؟ چه میدونم؟ آدم بیکار وارد هر معرکه‌ای میشه. ولی بعضی از معرکه‌ها ممکنه به نفع آدم بیکار تموم بشه. منظورتون رو نمی‌فهمم. کم کم میفهمید. اسم و آدرس من روی این کارت هست. فردا صبح منتظرتونم تشریف بیارید به منزل من تا هم تشکر بیشتری ازتون بکنم و ضمناً یک کار مناسبی هم براتون در نظر بگیرم. بالاخره اقرار میکنی یا نه؟ والا به خدا قسم من نفهمیدم کی کشته شد. از دیشب تا حالا من اینجا نگردشین هی سوال پیچم میکنی. آخه من زن و بچه دارم، 700 نونخور دارم، خاک بر سرم. سلام علیکم. اینا دیگه کیان؟ قربان این سه نفر بازم خیابونو به هم ریخته بودن. جان شما اینجا چی میکنی؟ جون بچهای محل خودم. جان سرا این سه نفر بچهای محل خودمون هستن. بچا بگین که منو میشناسید. قربون اون چشای کلک کردتون برام الهی. قربان اگه حرفای منو باور نمیکنی از این آقایون بپرسین. اینا خوب میدونن من کی هستم. نه اینا همه شر منو میشناسن قربان. خب پس گفتین آقایون تو رو میشناسن ها؟ بله بله از بچه های محل خودمون هستن قربان. شما ها اینو میشناسین؟ آره؟ نه جناب سلام به خدا قسم اینا دروغ میگن. منو میشناسن مگه؟ منو نمیشناسین من کی هستم آقا؟ کافیه این آقایون رو ببرتون رو تا بعد. اطاعت میشه. به شما میشه گفت بچه محل؟ خیلی بی‌معرفتی. یالله پس فرمودین که صدای مقتول تو ماشینتون نشنیدین ها؟ آخه تو اون همه سر و صدایی که از رادیو به گوش میرسید اگه توپم میترکوندن من حالی نمیشد. چه میدونستم اون پشت خبره؟ به خدا من گناهی ندارم. بگی بشی، بگی بشی. گناه تو اینه که تو تاکسی رادیو داشتی. مگه 100 دفعه اخطار نکردن که رادیو برای تاکسی قدغنه؟ خب خلاف کردم جریمه اش میدم. چقدر میشه بفرمایید؟ بله همونطور که گفتم قاتل از سر و صدای رادیو استفاده کرده و اون شخص ناشناسو به قتل رسونده. باریکلا. خب من دیگه کاری ندارم، میتونم برم؟ بشین بشین، عجله نکن. قربان دلارایی که از جیب مقتول به دست آمده از نوع دلارای تقلبیه. معلوم میشه مقتولی که از اعضای باند دلارای تقلبیه که ما در تعقیبشون هستیم و اون شخصا در اثر اختلاف به قتل رسیده. عالیه، عالیه. این سری عیناً دلارهای اصلی ساخته شده. سلام. سلام دوست عزیز. مثل که درست اومدم. بله 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 کاملا. بفرمایید بفرمایید، تو خواهش میکنم. متشکرم. خیلی خیلی خوش آمدید دوست عزیز. متشکرم. اوه چه سالن قشنگیه. بله اینجا با سلیقه زنم تزیین شده. راستی ببینم از جریان دیشب چه ناراحت نیستید ها؟ نه چیزی نیست، از این اتفاقا زیاد میفته. راسته سیگار؟ بعدم نمیاد. خواهش میکنم. مرسی. مشروب میل داری؟ متشکرم. بفرمید از این طرف خواهش میکنم. بشینید لطفا. خب چه گفتید بیکار هستید؟
لابد زن و بچه هم دارید و مجبورید مخارج اونها رو هم برسونید. والا زن و بچه که ندارم، ولی یه نامزد دارم که از جون خودم بیشتر دوستش دارم. پس نامزد دارید، خوبه خوبه، آفرین آفرین. اما هرچی سعی کردم که یه کار پردرآمد گیر بیارم که بلکه بتونم با نامزدم عروسی کنم، متاسفانه جور نشده. عجب، چطور جور نشده؟ جوونی مثل شما زورمند و با قدرت، فکر میکنم همیشه براش کار باشه. بفرمید آقا. متشکرم. بله کار که هست، ولی من میخوام یه کار پردرآمدی داشته باشم که بلکه تا بتونید با نامزد عزیزتون عروسی کنید. بله حق با شماست آقا. آدم باید خونه، ماشین، زندگی، همه چیز داشته باشه، اون وقت تشکیل خانواده بده. اتفاقا این تنها آرزوی من و این تنها آرزوی شما رو فقط من میتونم برآورده کنم، به شرطی که نسبت به من صادق و وفادار باشید. خیلی از شما تشکر میکنم. من در عین بیپولی آدم شرافتمندی هستم و محاله به کسی که به من محبت کرد خیانت بکنم. آفرین، منم از اشخاصی که شرافت و غیرت دارن عجیب خوشم میاد. بازم مشروب میل دارید؟ نه همین بسه، مرسی. من یک عمر شرافتمندانه زندگی کردم، حالا میخوام تو جوان ساده دل رو خوشبخت کنم. بنابراین از امروز شما کارهای من رو انجام میدید و محافظ مخصوص شخص من هستید. در عوض پاداش جالبی هم بهتون میدم. اینم پاداش دیشب شما. آخه من که کاری انجام ندادم. حرف دیگه تموم شد. با این پول برای نامزد قشنگت یک هدیه زیبا و برای خودت یک دست لباس مناسب تهیه میکنی. ورشتر جانم. خیلی ازتون متشکرم قربان. من لایق این همه لطف نیستم، ولی ممکنه خواهش کنم بفرمایید من چه کاری باید برای شما انجام بدم؟ کم کم میفهمی. پول در آوردن خیلی زحمت داره جانم. ژیلا جان، بیل مدیر، من طرف خودم رو در یک لحظه میشناسم. آدم ساده ای بود. ولش کن جونه، مگه با شما نبودم؟ بیا بادو. الو، مادموزل مهری؟ من جناب آقای امیرخان هستم. چی گفتی؟ خل شدم. درسته، همینطوره. خیلی خوشحالم. میام همه چیز خوب برات تعریف میکنم. گوش کن. با اتومبیل کرایسلر میام. فهمیدی چی گفتم؟ با ماشین شخصی. وای چرا نمودی که یعنی چه؟ قهوه رو درست که الان میایم بالا. امیره، این چند روزه کجا بوده؟ همین روزاست که مهری جونم عروس خانم مامانی من میشه. آخه من نباید بدونم این چه کاریه که تو پیدا کردی. آها، این ماشین رو از کجا آوردی؟ چرا جونم، البته که باید بدونی. این ماشین مال من نیست، مال کسی که دیروز از مرگ حتمی نجاتش دادم. ها، و اونم این ماشین رو به تو بخشیده. نه جونم، نه عزیزم، گفتم که این ماشین مال کسیه که پیشش کار میکنم، فعلا داره یه چند روز زیر پای من باشه. آخه من محافظ جون اون هستم. محافظ برای چی؟
مگه اون آقا چی کاره است؟ نمیدونم. من فقط اینو میدونم که محافظ اون هستم. نوع کارم هم که خودت میتونی بفهمی. نشونش رو صورتمه. مگه چه عیبی داره؟ یه لبخند تو مرهم تمام این زخماست. من برای خاطر تو خودم واب آتیش میزنم. ببین مهری جون، من اینو برای تو خریدم، ولی رو سینه تو بیش از این جلوه داره. من هدیه‌ای که از آتش خون به دست بیاد تاله از تو نخواستم امیر. از این بوی خون میاد. هنوز جای مشتا و لگدا روی صورتت باقیه. من از آتیه تو خیلی میترسم. این حرفا چیه میزنی مهر جون؟ از چی میترسی؟ بیا بگیر. محال قبول کنم. اگه این هدیه رو از من قبول... هر طوری دلت میخواد. من که بارها به تو گفتم هیچی ازت نمیخوام. حاضرم حتی با یه لقمه نون خالی تو بسازم و یه زندگی ساده‌ای داشته باشی. تو اصلا عقل نداری. این حرفیه که دخترها قبل از عروسی میزنن. من تا یه پول حسابی نداشته باشم و خونه و زندگی فراهم نکنم، محاله با تو عروسی کنم. اشتباهی تو همینه. تو داری راه کج میری. پولی که با این وضع به دست بیاد هیچ وقت ما رو خوشبخت نمی‌کنه. خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم، لازم نیست تو دیگه به من پند و اندرز بدی. پند و اندرز نیست، حقیقته. تو اصلا شعور نداری که حقیقت رو بفهمی. مهری، مهری در باز کن. خواهش میکنم در باز کن. در باز کن مهری. سلام عرض میکنم. آه شمایی. ببخشید خانم، خیلی معذرت میخوام. چرا شما زحمت کشیدید؟ آخه شوهرم دوست نداره تو خونه ما کلفت یا نوکر باشه. اعضای خانواده ما عبارتن از من و افشار این گربه مامانی. خیلی دوستش دارم. ببینم شما از گربه نمیترسین؟ من فقط از چنگالاش میترسم. بفرمید، خواهش میکنم. بفرمید. مرسی. پس آقا کجا تشریف دارن؟ داره دوش میگیره. بله. مامانی بفرمید، خواهش میکنم. لباس خیلی بهتون میاد. متشکرم خانم. راستی اتومبیل گرفتین؟ بله خانم، آوردم دم در. شوهرم خیلی از قدرت شما برام تعریف کرده. نامزدتون خیلی قشنگه. بله، دختر با شعور و وفاداریه. چرا نمیشینید؟ متشکرم. خیلی به نامزدتون ایمان دارین؟ مسلماً. به دختری که منو به حد پرستش دوست داره چرا ایمان نداشته باشم؟ من همیشه بهش وفادار میمونم. پس بخوریم به سلامتی نامزد وفادارتون. با کمال میل. راستی به نامزدتون گفتین که شغل جدیدتون چیه؟ نه خیر، برای اینکه هنوز خودم هم نمیدونم شغلم چیه. همینقدر میدونم که محافظ جون شوهرتون هستم.
البته من این شغلو برای این قبول کردم که بتونم پول زیادی در بیارم و باش عروسی کنم. ولی اگه نامزدتون بفهمه که دارید با یه باند خطرناک همکاری میکنی اون وقت چی؟ چی فرمودی؟ باند خطرناک؟ شوخی میفرمی؟ آه ناراحت نشه، اینا مهم نیست. مهم اینه که اگه شوهرم بفهمه شما به من نظر دارین براتون خیلی گرون تموم میشه. اختیار داری خانم، من که جسارتی نکردم. راستی که چقدر ساده ای. سلام. سلام، چه شیک شدی. ها چیه، خیلی خوشحالی جیره؟ هیچی، از این خندم گرفته که آقا هنوز نمیدونه چه شغلی داره. نه نه، خوشم نیومد، نمیخواستم به این زودی وارد این حرفا بشه. یعنی چی؟ نمیفهمم. بالاخره میگید کار من اینجا چیه؟ بله حتما. خیلی ساده، فروش دلارهای تقلبی. چی؟ فروش دلار تقلبی؟ آرام باش جانم، مثل اینکه متوجه نشدی. کار ما تعویض دلارهای تقلبی به ریاله، همون ریال هایی که تبدیل به لباس های عالی و شیک میشه، تن بنده و سرکار میپوشونه. همین. ولی باید به شما عرض کنم که من احتیاج به این قبیل ریال ها ندارم آقای افشار. شما درباره من خیلی اشتباه کردین. میفهمین چی میگم؟ من برای روشن شدن شما گفتم، خود دانید. حالا متوجه شدم. باید بهتون بگم که از همین حالا همکاری من با شما قطع میشه. هر چه زودترم سعی میکنم پولایی رو که من دادید براتون پس بیارم. مطمئن باشی. خدافظ. صبر کنید. کجا میرید؟ دیگه خیلی دیر شده. اگه این کارو قبول نکنید به ضررتون تمام میشه. صلاح شما در اینه که پیشنهاد شوهرمو بپذیرید. بفرمایید جانم. هر چی میخواید بردارید. بردارید خواهش میکنم. شما جوان نیرومند و باهوشی هستید. بگیرید. اینطور درست حسابی منو تو تله انداختی. همینطوره که ملاحظه میفرمایید. حالا که از شغل شریف داگاه شدی انتخاب کن، پول یا مرگ. تصمیم بگیر. تصمیم؟ تو خیال میکنی من از این تهدیدا میترسم؟ فراموش نکن که تو دیگه به اسرار ما پی بردی. اگه منم آزادت کنم از چنگ اینا نمیتونی فرار کنی. خودسری رو بذار کنار. جنایتکارا، فکر نمیکردم تا این اندازه وحشی و پست باشی. عزیزم خواهش میکنم عصبانی نشو. قبول میکنه.
شکی ندارم که قبول میکنه، چون پیدا کردن نامزد عزیزش برای ما مردم به قول آقا پست و وحشی کار مشکلی نیست. فکر نمی کنم با این علاقه ای که به او داره راضی بشه به خاطر یک حماقت بچگانه همسر آیندش از بین بره. نه نه، نمیخوام کوچکترین آزاری بهش برسه. الو، خودتونین؟ شماره یک صحبت میکنه. ساعت 12 امشب عقرب سیاه برای تحویل گرفتن 15,000 دلار میاد اینجا. نمایندش اومد خبر داد. بله، سر ساعت 12. چش، خودم مواظبم. خب بچه‌ها، امشب دیگه پول و فلج جور میشه. حالا باید ببینیم آقای معاون جدید چه دست گلی به آب میده. حاضرم شرط ببندم که به نفع اون تموم بشه. هر روز لباسهای شیک و پیک میپوشه، ماشین رئیس هم که زیر پاشه، خوب خرج کرده. اصلا چرا تو خودت واون نشدی؟ هیکل تک نیست که هست، دماغت گنده نیست که هست. زهر ما، چرا بی خودی میخندی؟ مگه مرض داری؟ برو بیشین دما. هی مسخرم کنی. بالاخره یه روز من نیشام به معاون جدید میزنم و زهرامو بهش میریزم. اون وقت بیان تماشا کنین. آقا اینا کافه تعطیل شده، بفرمایید. خواهش میکنم. دیگه کسی تو کافه نیست که؟ نه خیر قربان، همه رفتن.
اومدن، پنج نفرن. مواظب باشید که مثل دفعه پیش رو دست نخوریم و باز چمدون خالی دستمون ندن. باید حتما اول اونا چمدونشون رو باز کنن، تا اگه اسکناسا توش بود اون وقت ما چمدون خودمون رو باز بکنیم. یادتون نره. شب بخیر خانم. از کجا میدونستید منم؟ الان افشار به من تلفن کرد. بفرمایید. این پولا رو آقا دادن که به شما تحویل بدن. خب با اجازه مرخص میشم. خداحافظ. امیر. به این زودی میخواین برین؟ فرمایشی داشتین خانم؟ بله. یه گلاس مش. خیلی سردمه. اون پرده رو بکشین. قلب منه، فقط یه دفعه منو ببوز تا شوهرم نیومده. نه خیر، من هرگز به شوهرت خیانت نمی کنم. سلام. حالا مری چطوره؟ همونطوری که با تلفن بهتون گفتم چند روزی که چیزی نمیخوره، خیلی عصبانی و ناراحته. مثل اینکه با خودش هم قهره. شما بفرمایید تو، من میرم تو بازار رو برمیگردم. باش. مهری جون تصمیم داشتم تا به آرزوام نرسم پیش تو نیام، اما طاقت نیاوردم. آخه چرا اینطوری میکنی؟ آدم با خودش که لجبازی نمیکنه. من که جز تو کسی رو ندارم، نه پدر دارم نه مهر مادری دیدم. اصلا دنیا از اول برای من تاریک بوده، همیشه رنج، همیشه عذاب. فقط امید من تو هستی مهری، فقط تویی که میتونی زندگی منو روشن کنی.
دوست دارم از همه کس و همه چیز بیشتر. تنها تویی که میتونی خوشبختم کنی. مهری جون قسم میخورم که منم برای خوشبختی تو تن به هر کاری میدم و با جونم بازی میکنم. نه نه تو اشتباه میکنی امیر، چون تو برای من از هر چیز دیگه بیشتر ارزش داری. وقتی جون تو در خطر باشه زندگی به چه درد من میخوره؟ من که به تو 100 دفعه گفتم تا پول نداشته باشم نمیتونم با تو عروسی کنم. پولی که معلوم نیست از کجا به دست میاد فکر نمیکنم ما رو به هم برسونه. اگه تو واقعا من دوست داشتی به هم میگفتی که چه شغلی داری و این پولا رو از کجا میاری. بگو، خواهش میکنم. نمیتونم بگم. خواهش میکنم دیگه از این سوال از من نکن. ببین مهری جون، الان حالت خوب نیست، منم خیلی خسته هستم. عوض جر و بحث پاشو لباساتو بپوش بریم یه کمی بگردیم. فکر میکنم هواخوری برای تو خوب باشه. پاشو جونم، اینقدر نشین فکر و خیالای بی خود بکن. خواهش من قبول میکنی؟ ها؟ نه نه نمیام. پس تو داری با من لجبازی میکنی؟ نه لجبازی نیست، حقیقته. همیشه بهت گفتم بازم میگم. ولی این حقیقت به ضررت تموم میشه. شانس فقط یه دفعه در زندگی با آدم رو میاره. همون یه دفعه باید از موقعیت استفاده کرد. گوش کن مهری، اگه این دفعه برم دیگه بر نمیگردم. میل خودت. بچه ها ورقا رو جمع کنین. اومد گوش کنید، به من خبر رسیده که عقرب سیاه فعلا نمیتونه برای تحویل گرفتن دلارها به اینجا بیاد، چون پلیس با تمام قوا برای دستگیری باندشون اقدام کرده و چند نفرم تا به حال دستگیر شدن. بنابراین ما مجبوریم تمام موجودی خودمون رو یک جا به جنوب حمل کنیم و تحویل عقرب سیاه بدیم. به چه وسیله؟ فکر اونشم کردم. البته ماموریت سختیه، چون تمام راه ها مخصوصا راه آهن تحت نظر شدید پلیسه. باید شماره 1 به اتفاق شماره 4 این پولو با کامیون به جنوب حمل کنم. قربان، این کار از دست ما ساخته نیست. آخه آدم با پای خودش که پیشواز مرگ میره. این کار از دست شما ساخته نیست. ترسوها، قربان اگه اجازه بدید بس دیگه خفه شید. لازم نیست هیچ کدومتون برید. این کار رو به تنهایی خود امیر انجام میده. کافیه. فوراً برو کامیون شماره 26512 رو آماده کن. فردا بعد از ظهر امیر باید حرکت کنه. نمرشم عوض کن. حواست باید خیلی جمع کنی، فهمیدی؟
وقتی این ماموریت رو با موفقیت انجام دادی، پاداش بزرگی بهت میدم که با اون بتونی به تمام آرزوهای زندگیت برسی و یک عمر راحت و خوشبخت زندگی کنی. خاطر جمع باشه، امیر خیلی باهوشتر از اونه که تو فکر میکنه. منم امیدوارم. خب همه دستورای لازم رو که بهت دادم امیر. یادت نره گالون رو حتما توی جعبه ابزار بغل ماشین بذاری. اونجا جایی بسیار امنیه. سفر بخیر. خدا حافظ. به امید دیدار. بچه ها دیگه آزمون بیریغ شد. الان داشتم از دم منزل افشار رد می شدم، دیدم امیر با چمدون دلارا از خونه بیرون اومده، سوار تاکسی شده رفت. حالا که کار افتاد دست امیر، دیگه یه شیء هم به ورطه نمیره. همش تقصیر من بود که این ماموریت رو قبول نکردم. نه خیر، همش تقصیر یارو معاون است که خودش رو چسبونده به افشار و زندگی ما رو پاک به هم ریخته. اگه از این معامله چیزی به من نرسه، من دیگه همکاری نمیکنم. تو غلط میکنی، معلومه بازم دلت کتک میخواد. ما چرا اینجا نشستیم؟ اگه کار نداریم پاشیم بریم دیگه. صبر کنیم به افشار تلفن کنم ببینم اگه کاری با ما نداره اون وقت هممون بریم. خب اداره پلیس، شما کی هستین؟ ببخشید آقا، من یه نفر ناشناس هستم. به من کاملا اطمینان داشته باشید. تا چند دقیقه دیگه یک کامیون انترناش با دلارای تقلبی از تهران به طرف جاده جنوب میره. میخوای چه کنی؟ من کی هستم؟ دلارا تو چمدون راننده است. رانندم یه جوان 35 سال است که کت چرمی قهوه‌ای رنگی داره، کلاه کپ هم سرشه. بله، بیش از این دیگه چیزی نمیدونم. پاشین بچه ارباب گفت فعلا با شما کاری نداره، یالا بریم. بله ارباب، باور کنید خودم با گوشم شنفتم، داشت خبر میداد. چشم، متوجهم، اصلا صحبتشم نمی کنم. ضمناً به همه اعضای باند بگو تا مدتی دوربر کافه پیداشون نشه. به منم هیچ کدومشون نمیخواد تلفن کنن تا خودم بعدم باشون تماس بگیرم. جلا بذار کنار پاشو لباسات عوض کن. یالا چی شده؟ هیچی، را بیفت بعدن تو را برات میگم. بفرمایید جلوتر، جلوتر نگر، اونجا.
لطفا بفرمایید پایین. موضوع چیه سرکار؟ دستور داریم کامیونتون رو تفتیش کنیم. خودتونم بفرمایید اونجا. اشکالی نداره. بفرمایید. بفرمایید. ببخشید، چمدونتون کجاست آقای راننده؟ همونجا تو ماشینه. یلا، یلا، بازرسی بدنی. اجازه میدین؟ بفرمایید. کامیون رو با دقت تفتیش کنید. بله قربان. تو برو اونور. متشکرم آقا. چیزی تو جیباش نیست قربان. خب بهتر خودتون بگید. دلارا رو کجا قایم کردین؟ چی چیا رو؟ خواهش میکنم راستش بگین. دلارا کجاست؟ والا من که اصلا نمیدونم دلار بلار یعنی چی. بفرمایید اون ماشین اونم شما تفتیشش کنید. آقا رچین. من بود آقا. بیا این بر. برام اون طرف رو ببینم. بیا این برا سنگینه. بیا کمک کن ورش داریم بینیم زیرش چیه. بیا خلاشی بکش. یوان. تو چی آقا؟ آچار ماچاره دیگه. کلیدشو بدید ببینم. بفرمی سر. ببخشید سرکار، بنزین اتومبیل من داره تموم میشه. با عجله‌ای که دارم میترسم به مقصدم نرسم. این نزدیکی ها پمپ بنزین پیدا میشه؟ متاسفانه اون طرفش هم ببینید. عجب، چقدر بد، چقدر بد. ببخشید سرکار، اینجا آب خوردن پیدا میشه؟ چرا پیدا نمیشه خانم، از سوه براتون میارم. آقای تقی، یه لیوان آب تمیز بیار. سیگار؟ نه، متشکرم. یلا زودتر. بفرمایید خانم. مرسی. بفرمایید، خیلی متشکرم. خانم جدن که خجالتمون دادن. خیلی از لطفتون متشکرم آقای راننده. بفرمایید. گرچه قابلی نداره ولی بالاخره اختیار دارید. ممنونم. ما باید از شما ممنون باشیم چون به موقع به دادمون رسیدید.
بده جانم، برو سوار شو. مرسی، خداحافظ. بفرمایید، اینم کلید صندوق. قربان، همه جا رو گشتیم، چیزی به دست نیمد. بسیار خوب، همه نفرات رو جمع کنید. بیا پایین. شما میتونید برید آقای راننده. خیلی ازتون معذرت میخوام، باید ببخشید. اشکالی نداره سرکار. معلوم میشه گزارش اشتباه بوده، باید به مرکز اطلاع داد. بله قربان. دیگه به قدرت و زرنگی تو ایمان آوردم، واقعا گرگ بارون دیده ای هستی. هیچی نگو، صدای کامیون میاد، مثل اینکه امیره. دیدی گفتم خودشه. ایست ایست، بی حرکت، دستا بالا. جدن بهتون تبریک میگم آقای افشار، اما چطور فهمیدی که من تو تله گیر کردم؟ این شما رئیسه بی همه چیز به پلیس اطلاع داده بود. به هر حال پلیس مشخصات کامل تو رو میدونه، بقیده من دیگه صلاح نیست تو این راهو ادامه بدی. یا لجله کن لباسمون عوض کنیم، زود باش، دیگه معطل نشو. یالا الان بعید نیست پاسگاه بعدی با مرکز تماس گرفته باشه و پی به اشتباه خودشون برده باشن. خب دیگه برو پشت ماشین لباسات عوض کن. بله قربان، همونطور که عرض کردم هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاده، فقط راننده یه ماشین سواری یه گالون بنزین از شوفر کامیون خرید. چی؟ ممکنه تو همون گالون بنزین دلارا باشه؟ چرخ قربان، اطاعت میشه. الان به پاسگاه بعدی اطلاع میدم، فوراً جیپا رو آماده کنید. بله. سوار ماشینا بشید، زودتر حرکت کنید. الو الو، پاسگاه شماره 8. کاملا توجه کنید، ممکنه تا چند لحظه دیگه کامیون انترناش برسه اونجا. بله، کامیون رو توقیفش کنید، رانندش هم توقیف کنید، منم الان حرکت میکنم. برو سوار شو. خب دیگه بهت سفارش نمی کنم امیر، جیلا رو به دست تو سپردم، خوب ازش نگهداری کن. برو جونم. خیلی. خداحافظ. خداحافظ. جیلا جون دل واپس نباش، سعی میکنم زودتر برگردم. منتظرت هستم عزیزم، برو دیگه تا آنها نرسیدم. صبر کن امیر، اگه از جاده اصلی برید حتما در پاسگاه بعدی جلوتونو میگیرن. بهتر از بیراهه برید، دو سه قدم بالاتر بیراهه هست، چند دقیقه دیرتر برسید اشکالی نداره. خداحافظ. از این طرف چپ چپ. All right.
نری تو جاده میخریخته شده. بالاخره موفق شدیم. خوشت نیومد؟ میگم خوشت نیومد. چی؟ چرا؟ چرا؟ هیچ معلوم هست چته؟ آخه چرا ناراحتی؟ نمیدونم، خودم هم نمیدونم. چی رو نمیدونی؟ همین که چرا اینجا اومدم؟ چرا وارد این مرکه شدم؟ چرا به حرفای نامزد بیچارم گوش ندادم؟ نامزدم، بس دیگه، اصلا تو هیچ شعور نداری. خیال میکنی گوشه آسمون پاره شده، یه دختر افتاده پایین، اونم نامزد توه. نه خیر، اینطور نیست. نامزد من خیلی بالاتر از اونه که تو فکر میکنی. دیگه هم نمیخوام درباره‌اش حرف بزنی. فهمیدی چی گفتم؟ آها، باشه، قبول میکنم. اما اینو بدون که محال نامزدت به اندازه من تو رو دوست داشته باشه امیر. باور کن میپرستمت، میخوامت. تو عشق منی. عشق؟ عشق؟ تو اصلا من این کلمه رو میفهمی؟ اصلا میدونی عشق یعنی چی؟ تو اسم اون هوسهای کثیف و شیطونی تو میذاری عشق. ای پس این کلمه مقدس نیست که رو کثافتکارای خودت میذاری؟ تو به همه دروغ میگی، همه رو فریب میدی، به دوستت، به شوهرت، حتی به خودت هم دروغ میگی. نه اینطور نیست، من به عشق تو احتیاج دارم. دروغه، تو عشق نمیخوای، تو هوس میخوای، فهمیدی؟ هوس. هرچی به من بیشتر پرخاش کنی بیشتر دوست دارم. بیا عزیزم، بیا. تو خیلی خوبی، تو مرد ایدئال منی، نمیتونم بی تو زندگی کنم. بلم کن، من دیگه حاضر نیستم اینجا بمونم.
دیگه طاقتم تموم شده. نمیخوام تا آخر عمرم بازیچه دست شما مردمون شیاد و متقلب باشم. امیر، میخوای کجا بری؟ مگه شوهرم منو به دست تو نسپرده؟ تو به اون قول دادی از من محافظت کنی. اینطوری قول میدم؟ بیا عزیزم، امشب پیش من بمون. نمیدونم چرا اینقدر میترسم. بیرون طوفانه، منو تنها نذار. خواهش میکنم. بیا بشین امیر. میدونم دوستم داری. بگو آره. ماچم کن. من به ناموسی کسی خیانت نمیکنم. تو شوهر داری. شوهر، شوهر. من از اون متنفرم. تو نمیدونی چجور آدمیه. اون قاتله. تا به حال چند نفر رو به خاطر من و پول کشته. من دیگه حاضر نیستم قیافش رو ببینم. تازه از کجا معلومه که تا حالا نکشته باشنش؟ ببین امیر، ما الان همه چیز داریم. همه پولای ابشار تو دست ماست. بیا فرار کنیم. بریم به جایی که دست هیچ کس به ما نرسه. فقط یک کلمه بگو. بگو که دوستم داری. بگو. نمیذارم از اینجا بیشی. به من رفت. بلم کن، بلم کن. باید ماچم کن. این شهر بلند شد. ماچم کن. خجالت. بچش. به من رحم کن. نمیذارم از اینجا بری. یالا ماچم کن. ماچم کن. این شهر. حالا میفهمم تو چه زن چهبت پرستی هستی. رفت فطرت. تو این آرزو رو باید به گور ببری. بزن. بزن. بکش. بی شرم، اینطوری میخواستی از من مواظبت کنی؟ خوب شد رسیدی افشار. به زور میخواست به من تجاوز کنه. پس فطرت به من میگفت که تو دیگه بر نمیگردی. بی خود بهش اطمینان کردی. چه اینطور؟ پس تو اونو دوست نداشتی؟ اون میخواست به تو تجاوز کنه؟ و تو هم میخواستی از چنگش فرار کنی؟ خوبه؟ بگیر این هفتیر، بکشش. چرا معطلی؟ بکشش. تکون نخور. خیلی زرنگی. برگرد. الانه که به سزای خیانتت میرسی. پس فطرت، میخواستی پولا رو بلند کنی منم بازور با خودت ببری؟ جیله خفه شو. میدونم چی میخوای بگی. بیشور، چقدر بهت گفتم.
خواهش کردم، هی التماس کردم، اما تو منو زجر دادی، دلمو سوزوندی. چی خیال میکردی؟ گوش کن جیلا. بسه، هرچی باید بگی گفتی، حالا نوبت منه. من مدتیه که منتظر همچین لحظه بودم. جیلا بسه. کی میخوای تلفن کنی ها؟ به پلیس. تو قاتلی، دیوونه ای، تو شوهرتو کشتی. من؟ من کشتمش یا تو؟ یالا تلفن کن بیان دستگیرت کنم. زودتر، چرا معطلی؟ قاتل کسیه که هفت تیر دستشه، از اثر انگشتت خوب میتونن بفهمن. نابود شدم. اینطور نیست. دیگه برای من همه چیز تموم شد. نه، هیچی تموم نشده امیر. خودم شروع کردم، خودم هم تمومش میکنم. ناراحت نباش عزیزم، بلند شو جونم، بلند. جیلا اینا چیه؟ نگاه کن، پولا رو آوردم. پول برای چی؟ مگه نگفتی با هم فرار میکنی؟ آه، تو چقدر ساده ای امیر. اگه امشب فرار کنیم پلیس به ما مشکوک میشه. اول باید جسد از خونه ببریم بیرون و یه جوری سر به نیستش کنیم، بعد باید تا بیرون خلوت و بارون بند اومده دست به کار بشیم، فهمیدی؟ زودتر بپیچش تو این پتو، ببر بذار تو ماشین تا منم الان حاضر بشم را بیافتیم. تو فکر چی هستی؟ هیچی. عجله کن.
جلو نیا، جلو نیا. میکشمت. تو یه دفعه منو کشتی جیله. میکشمت. کجا میری خائن؟ بمیر. زنش کشته شدم. متشکرم. الو مری جون تویی؟ آره من امیر هستم. نتونستم تا فردا صبح ساب کنم. خواستم همین امشب به تو بگم که حق با تو بود. الان هزارها تومن پول جلو پای من ریخته شده، ولی برای من هیچ ارزشی نداره مهری جون. همونطوری که تو به من گفتی از این پولا بوی خون میاد. حالا میفهمم که بزرگترین سرمایه برای من همون قلب پاک و پر محبت تو. منتظرم باش عزیزم، الان میام اونجا پیشت.